سلام و شامتان بخیر. به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید: رئیس ارتش بریتانیا زمینه ساز اصلی سفر دیروز رئیس ارتش پاکستان به کابل. منابع به طلوع نیوز میگویند نیک کارتر در دیدار سری یک هفته پیشش از کابل زمینه سفر جنرال قمر جاوید باجوه را به کابل فراهم ساخت. لطفا یه معنی میشه که طالبان مینند که توی خوند کجا دا پاره پاکستان همیشه کشش که توی خوند کجا دا پاره که پاکستان طالبان به ایرغان را در خواهده میشه. اما با گذشت بیش از 24 ساعت حکومت جزئیات محتوای دیدار او با مقام‌های افغان را به دست نمی‌دهد. در همین حال منابع به طلوع نیوز از احتمال آغاز گفتگوهای میان افغانان در جریان هفته پیشرو در قطر سخن می‌گویند. روزهای نزدیک آبستن چه پیشرفت‌هایی است؟ در این باره با مهمانان برنامه آقای احمد سعیدی استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین و آقای میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله بحث میکنیم. مهمانان به بحث بسیار خوش آمدین. آقای سعیدی، سفر باجوه در یک مرحله حساس روند صلح چطور میتونه معنا شوه این سفر به کابل؟ خدمت شما جناب آقای ابرار، بیننده های شما و میهمان شما سلام عرض ادب دارم. سفر جنرال جاوید رئیس ارتش پاکستان میتونه اهداف دراز مدت و کوتاه مدتی را دنبال کنه، به این معنی که در حال حاضر اگر ما به تاریخ نگاه کنیم و پس منظر گذشته را ببینیم، طالب و پاکستان با یک دیگر گوشت و ناخون هستند و جدایی ناپذیر. و مقامات امریکایی هم که طی تقریبا 20 سال در افغانستان حضور داشتند، نقش پاکستان و نقش کلیدی را در سرنوشت طالب و جایگاه طالب میدانند. اما سفر رئیس ارتش پاکستان به افغانستان به باور می است که از یک طرف فشار و خواهش مقامات امریکایی است که شما سفری به افغانستان داشته باشین، در سرنوشت صلح افغانستان نقش بازی کنید، و از طرف دیگر مقامات پاکستانی می دانند که حکومت افغانستان انعطاف پذیری از خود نشان داده، در شرایط موجود طالبان را رها کرده و پاکستان می دانه که باید نقش کلیدی را بازی کنه. اما در شرایط موجود پاکستان درک میکنه که من در کجا میتونم نقش کلیدی بازی کنم. پاکستان از اتحادی که بین آقای اشرف غنی و عبدالله صورت گرفته روزی نیست. پاکستان علاقمند است که در حکومت آینده که بقیده پاکستان که یک سال یا اندی دیگری به وجود خواهد آمد، باید جایگاه طالبا خیلی برازنده و سرنوشت ساز باشه. و از طرف دیگر زمان این کار به نزد پاکستانی ها امکان پذیر است که در افغانستان بین رهبران سیاسی نفاق و شقاق باشه. معلوماتی که پاکستان از داخل افغانستان داره میگه که اتحادی که ایجاد شده شاید کم دوام کنه، یک نقطه کم دوام کنه. اما مشکل دیگر این است که مشکل امارت و جمهوریت است که در صحبت بعدی خدمت شما توضیح میدم. درست. بسیار کوتاه آقای سعیدی، منابع میگن که رئیس ارتش بریتانیا این سفر را زمینه سازی کرده، ای به ما چی میگه؟ ببینید، همه کشورها به شمول امریکا، پاکستان، بریتانیا، هر کدومی تلاش میکنن که نقش را بازی کنن. اگر ما بگویم که افغانستان کشورهای مختلف مداخله ندارن، دستی ندارن، اشتباه میکنیم. تشکر آقای یارمند. باور شما چی از سفر یکی از قدرتمندترین مقامهای پاکستانی در مرحله مهم زمانی در بحث روند صلح افغانستان چطور میتونه معنا شود به کابل؟ با درود به شما میهمانان گرامی، شما عرض شود که آمدن آقای باجوه درستیج است. این معنا را میده که مقامات ملکی پاکستان اگر هر قدر آمده شد بکنند، کلیدی حل مشکل در اختیارشان نیست و آقای باجوه کسی هست که طالبان با خود داره، در ایجاد از اینا کار کرده و به می ترتیب به یا قرارگاه و پناهگاه داده و اینا شدیداً زیر کنترلش است و مدیریت فکری از او هم در اختیاری از یاست. این آمدن ازی به این معنی است که این یک نوار نشان میده به مقامات افغانی که ما آماده هستیم که در پروسه صلح افغانستان کمک کنیم. اما یقین این است که انگشت با زبانی از یا مخالف است. اینا با انگشت چیزی اشاره میکنن و با زبان چیزی میگن. و این آمدن
تکفیر آمد و شدهای دیگه هست. قاعدتا استراتژی که پاکستان داره با آنچه که آقای مشرف و می ترتیب بنظیر بوتو و آقای باجوه هر کدامی از یا که در صحنه آمده و پس رفته اونمو یک استراتژی است و یک آجنده است. درست. روی جزئیات آقای آرمند، روی جزئیات دیدارها، محتوای دیدارها صحبت خواهیم کرد. یک مسئله مهم را هم از نگاه عرف دیپلماتیک و هم از بحث نظامی مثلا میخوایم از شما بپرسم. جای همتای آقای باجوه در چوکی آخر بود، منظور من جنرال بسم الله وزیری است. امیر شما چطور تحلیل میکنن؟ آیا صلابت ارتش، عزت و اقتدار ارتش زیر پرسش نمیره؟ اساساً باید جایگاه از اینا تعریف شده می بود که در رو به عوامی بودن. این می تانیم یک مقدار از لحاظ پروتوکول کسایی که تنظیم کردن یک چنین نشسته شاید ملکی هایی بودن که اونا اینمی موضوع را اینقدر درک نمی کردن، وگرنه باید لوی درستیز ما در رو به روی لوی درستیز پاکستان باید عکس موقع می کرد. و این اساس به نظر من هم این ناقص بود. تشکر برخواهیم گشت. آقای سعیدی، باور شما در همین رابطه چی است؟ عرف دیپلماتیک، پروتکل در این رابطه چی میگه؟ وقت لوید رستیز افغانستان جنرال بسم الله وزیری مثل منشی و کاتب نشست چوکی آخر میشینه. با در نظر داشت عرف دیپلماتیک و میثاق‌های قبول شده جهانی هر هم منصب یا همتا باید در پهلو یا روبروی همتای خود باشد. اما مشکل افغانستان در حکومت جناب دکتر سبقینی است که میشه در مجالسی را که با خارجی ها سازماندهی میشه اشخاص و افراد زیادی بیکاره، غیر مسلکی که هیچ ضرور نیست که در مجلس حضور داشته باشه، چون شناخت با رئیس جمهور دارن یا روابطی دارن جایگاه ها تعریف نمیشه از ریاست تشریفات ریاست جمهوری. هر کس میای بیروبار ایجاد میکنن که هم باعث خجالت خود میشن و هم عرف دیپلماتیک را زیر پا میکنن. بسیار خوب میبود که جناب جنرال وزیری روبروی رئیس ارتش پاکستان نشسته بود، ولی علتی است که میشه در مجالس رئیس جمهور اشخاص افرادی نشسته هستن و حضور پیدا میکنن که ضرور نیستن. درست. مسلکشان نیست، حرفی برای گفتن ندارن، ولی بیروبار ایجاد میکنن به خاطر که چند قطع عکسی بگیرن و عکس یادگاری بگوین که ما هم با مجلس رئیس جمهور حضور داشتیم. درست. آقای سعیدی، حالا روی جزئیات دیدارها، آنچه که در دیدارها گذشت، اگر صحبت بکنیم چه میدانیم در دیدار آقای باجوه با رجمور غنی چه گفته شد و همونطور با آقای عبدالله چه گفته شده؟ اول خو دنیا امروز از دو چیز آرزو داره، طرفداران جمهوریت به طرفداران امارت. طالب امارت میخواهد و هرگز نگفته که ما از امارت گذشتیم و یک تعداد حامیانی در منطقه هم داره که امارت میخواهد، ولی در داخل افغانستان و یک تعداد کشورهای اروپایی تلاش به خاطر بقای جمهوریت داره. این را پاکستان میدانه، اما پاکستان هم به باورم شاید طرفدار امارت نباشه، ولی شما شنیدن که میخواهم با جرأت خدمت شما بگم که به نزدیکی ها صادق خان که 6 سال در پاکستان سفیر بود او را نماینده خاص خود پاکستان در افغانستان مقرر کرده. بیدانین صادق خان در بین سیاسیون افغانستان جایگاه داره، نفوذی داره، شناختی داره و یک پشتون است از صوب سرحد. صادق خان تلاش خواهد کرد که اتحاد و همدلی سیاسیون افغانستان پا بر جا نمانه. هر قدر اتحاد و شکننده میشه، نفاق و شقاق به اوج خود میرسه، به همه اندازه مقامات پاکستان میتونن جایگاه طالبان را بلندتر و منظمتر تعریف کنن و از این آب گلالود ماهی بگیرن. تشکر. آقای یارمند، در رابطه با جزئیات آنچه که در دیدارها وجود داره، جزئیات دیدارها چه میدانیم؟ ما میشنویم که آقای باجوه گفته که پاکستان خواهان امارت شبیه دهه 90 نیست. همین چطور میتونه معنا شوه؟ پاکستان گونه دیگه از امارت هم میخواه یا طرفدار جمهوریت است؟ پاکستان اساسا میخواهد بیشترینه اونمو چند چیزی را که همیشه مطرح کرده او را مطرح کنه. اراده جهانی این نیست که
در قرن 21 امارت اسلامی در افغانستان استقرار پیدا کنه، پاکستان هم تحت شعای همین موضوع چندان علاقه نداره و گذشته از او موضوع گذشته طالبا که در اینجا آمدن قدرت سیاسی کابل تصرف کردن، یک مقدار سرکشی ها داشتن در رابطه و خواسته هایی که پاکستان داشت و اون ارتباط اینا علاقمند نیستن که طالبا به یک قوت کلان باشه و همچنان علاقمند نیستن که دولت افغانستان هم یک دولت قوی باشه. منظور در اینجا ای است که دو نیروی که با هم جنگیدن اینا را با هم در میز مذاکره بنشانن تا زمانی که موضوع صلح بین از اینا نهادینه میشه سالها میگذره و در این گذشت سالها پاکستان میتانه خواهشات خود با نظر داشت اختلاف درونی که طالبا یکی از عناصر بسیار بنیادگرا هستند در توسط از وا که در قدر سال پرورش یافتن بالای دولت همیشه فشار بیاره و دولت افغانستان به چالش بکشه و همچنان چنان سعیدی چه بود پیوسته در داخل نظام باید اختلاف باشه. این یک مرحله یک گذار به یک مرحله دیگه است. ما اگر در گذشته حکومت وحدت ملی داشتیم اختلافات بین سیاسیون ما بود، سیاسیون ما رقیب بودن دشمن نی، حالا نیروی متخاصم با هم یک جای میشه. در اینجا شما فکر بکنیم که تا زمانی که اینا با هم آمیزش پیدا میکنن سالها میگذره و این یک دشواری کلانی را در آینده بار خواهد آورد. و هدفی که باجوه داشت و هدفش این بود که ذهن مقامات افغانی را در قبال چگونگی پروسه صلح که گزینه ها چه باشد چگونه پیش برده شود شاید ذهنی از یار خوانده باشه و در زمین چیزهایی را هم مطرح کرده باشه که تا با اونه پس میشه به این حرف آقای باجوه باور کرد که طالبا باور کردن بله بفرمایید باور کردن به حرف مقامات پاکستانی و نمو فریب است که در 40 سال و حتی از بعد به پاکستان تا به اکنون ما فریب خوردیم و یا ای که فریب نخوردیم از ناگزیری و مجبوری ما باید مذاکره کردیم چون چاره نداریم باید مذاکره بکنیم. درست. پس این که پاکستان میگه خواهان امارت شبه دهه 90 نیستیم این هم یک دروغ دیگه میتونه باشه؟ خب حالا قسمی است که ما را از ناخون افگار محکم میگیرند به دلیل از اینکه ما باید آتش بس شود باید در افغانستان صلح بیاید بالاخره به همین موضوع ما دلگرم هستیم که خدا کنه آتش بس شود. یکی بعد از رو به نام ای آشتی چی جنگایی دیگه میاید این را باز زمان ثابت میکنه. درست. آقای آرمند بحث مهم دیگه ای است که این نخستین نشست یک منتقد تند و آتشین پاکستان با یک مقام بلند پای پاکستانی بود، منظورم آقای امرالله صالح هست. ما میشنویم که زیاد هم لحن آقای صالح ای بار تند نبوده در دیدار رو در رو، چی بیشتر میدانین؟ خب اساسا امو عرف دیپلماتیک هم ایجا بیزیره نمی کنم مهمان در برابر مهمان روش تند استفاده شود و گذشته از این مسئله بخیر حقیقت هایی که در افغانستان هست و ما ناگزیری ها داریم که باید اگر با همسایه ما که با ما روش خوب هم نداره ناجوانی هم کرده حد چکنی هم کرده در خانه خود نباید آقای امرالله صالح با او از در چین پیشانی پیش برود. به هر صورت کار خوبی کرده آقای امرالله صالح که بالا نسبت به او برخورد نکرده. تشکر آقای سعیدی. در بحث دیگه منابع به ما میگن که یک هفته آینده گفتگوهای میان افغانان آغاز میشه، چگونگیش خب هنوز جای پرسش داره، چیز بیشتر معلوم است؟ حیات امروز حیات خاصی از قطر به کابل آمده و احساس میکنه که مقامات افغانستان یعنی دولت افغانستان در اجلاسی که به قطر صورت بگیره با طالبان خیلی روزی نیست. دولت افغانستان علاقمند جرمنی و اتریش و ازبکستان است. قطر میخواد قناعت بده که نه جلسه باید در قطر باشه. من یک دو کلمه دیگه میخوام عرض کنم. ای است که در حال حاضر مقامات پاکستانی به یک دست قرآن دارن به یک دست شمشیر.
قرآن به این معنی که لوی درزدیشان میآید مذاکره میکنه، میگوید در پروسه صلح ما کمک میکنیم، و از طرف دیگه شما تجارت و ترانزیت ما رو ببینید که راه تجارت ما رو بند کردن. تربوز افغانستان، موادی که از افغانستان در حال حاضر میوه‌جات است باید به پاکستان بره، همه خراب شده، بند است، ولی اموال تجارتی پاکستان به افغانستان میآید. و از طرف دیگه جنگ و جنگجالا و ترانزیتی دیگه رو شما میفهمید. از سوی دیگر شما فراموش نکنید که باید، و به سرش تاکید میکنم که صادقانه که مقرر شده حکومت پاکستان بدون شک، طوری که جناب یارمن صاحب گفتن، شاید طرفدار امارت اسلامی نباشه، ولی اگر کسی میگویه که پاکستان طرفدار از این حرف نیست که طالبان در خط جایگاه اول قرار داشته باشن، نقش کلیدی را داشته باشن، اشتباه میکنه. یعنی پاکستان علاقمند است که بعد از این در سیاست افغانستان حرف اول آخر را طالب بزنه و اونها با یکدیگر پیوند دارن. حرف دیگر درست، ولی ما میشنیم که قای باجوه در دیدارش گفته که طالبان خواهان مشارکت در قدرت هستن. من عرض میکنم یعنی مشارکت در قدرت این معنا نداره که پیاده دفتر باشن. پاکستان علاقمند است که جایگاه طالبان، من عرض کردم که یعنی در رتبه و جایگاه و خط اول یعنی بلند باشه. حرف دوم، شما شنیدین جناب آقای ابرار که بعد از ملاقاتی که رئیس ارتش پاکستان با رئیس جمهور داشت گفتن که به زودی وزارت امور خارجه افغانستان، وزارت خارجه پاکستان اعلامیه مشترکی را صادر میکنن. عرف دیپلماتیکی است که مذاکراتی که صورت میگیره اگر توافقی به وجود میآید یک اعلامیه صادر میشه. من تا هنوز که پیشتر سایت ریاست جمهوری رو خوندم یا پاکستان دیدم، اعلامیه صادر نشده. شاید اعلامیه صادر شه یا نشه، ولی تا هنوز که اعلامیه صادر نشده، این پیام را به ما میرسونه که در مذاکرات دیدگاه های واحدی و توافقی وجود نداشته. و از سوی دیگر اگر چی شما از من سوال نکردید، من مداخله میکنم. جناب یارمن صاحب بر ارتباط جناب آقای ساله گفتن، من به یقین هستم که دیگر به باور من آقای ساله دو سال پیش نیست، به خاطر از اینکه حال معاون اول رئیس جمهور است، باید حال عرف و نزاکت ها و حرفایی که دیروز میگفته دیگه گفته نمیتونه یا نمیخواد بگویه به هر صورتش من به یقین هستم، تکرار میکنم آخر است، من به باور هستم که پاکستان کوشش میکنه که یک بار دیگر در بین رهبران سیاسی افغانستان نفاق و شقاق ایجاد شه. هر قدر نفاق و شقاق ایجاد شه، میدان از طالب است و از پاکستان است. هر قدر اتحادی سیاسیون افغانستان بین آقای غنی و آقای عبدالله و دیگرا مضبوط و محکم باشه، اینا بتانن یک هیئت واحدی را از یک آدرس دولت افغانستان به مذاکره به طالبان روان کنن، به نفع ملی است. اگر دولت افغانستان یک هیئت روان کرد، اپوزیسیون هیئت دیگری رای کرد، باز ما و نظام جمهوریت همه چیز باخته ایم. درست، صحبت خواهیم کرد در این باره. آقای یارمند، باور شما چی است؟ فکر میکنین فاصله ما فقط چند روز است تا آغاز گفتگوهای میان افغانان، یعنی مشخصا منظورم تا وسط همین ماه جاری میلادی، یا نه آقای خلیزاد وقتی به کابل میه به تاریخ نو خواهد آمد؟ خب اساساً این متناسب با سطح آمادگی دولت افغانستان خواهد بود و سطح آمادگی شورای عالی مصالحه و دولت افغانستان که چقدر اینا منضبط و هماهنگ با تمام جوانب سیاسی افغانستان، اینا میتونن هماهنگ شوند و گزینه‌هایی را که اینا به عنوان یک آجندا داشته باشند در مذاکرات صلح چگونه ایره هم از لحاظ ساختار. ظاهرا ارتباط ما با آقای یارمند با مشکلی برخورد. آقای یارمند صدای مرا دارین؟ خب تا اینکه مشکل رفع شود. آقای سعیدی، در همین رابطه که چقدر ما آماده هستیم به این مرحله مهم، شما از این یاد کردین که اپوزیسیون اگر هیئت جداگانه بفرسته، خب حالا که اپوزیسیون کی است، این هم جای پرسش داره. از جانب دیگه به نظر می رسد که از همین آغاز کار بس تطبیق توافقنامه سیاسی بین آقایان غنی و عبدالله مشکل پیدا کرده در بحث اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم. فکر میکنین که چقدر آماده قرار گرفتن به این مرحله مهم و تاریخی هستیم؟ باور می است که اگر
رهبری دولت افغانستان آقای قینی و آقای دکتر عبدالله و سیوسیون با میز مذاکره با طالبان از یک آدرس، از یک زبان، از یک اجندا رفتن، از تمام داخل افغانستان با یک مشوره رفتن. از همین لحاظ تبریک میگم که میدان سیاست را میبرن و میتونن طالبان را من حیث یک عضو در دولت آینده شریک کنن. اگر اینها با نفاق و شقاق برخوردن یک بار دیگر، گای به سر مارشالی و گای به سر چوکی و وزارت جور نمدن، هر کدوم هیئت جداگانه تعیین کرد، از یک زبان و یک آدرس نبودن، اپوزیسیون هیئت دیگه تعیین کرد، باز ما جمهوریت به طالبان تبریک میگم و باختن به این حکومت تبریک میگم. آمدیم یک کوتاه گپ بزنم به ارتباط اپوزیسیون شما گفتین. متاسفانه در افغانستان ما که الفبای سیاست کمی میفهمم، اپوزیسیون یک روز اپوزیسیون، یک روز دولتی، یک روز ائتلاف میسازه. اپوزیسیون در افغانستان معنا نداره، چون منافع شخصی معنا داره، نه منافع سیاسی. البته یک چیزی به ارتباط مارشالی، مارشال چه جنرال دوستم میگم من خدمت شما، مارشالی یک تشریفات داره، یعنی باید آقای مارشال دوستم به کابل بیایه، نشانی دولتی که بر یک مارشال داده میشه باید از طرف رئیس جمهور با حضور داشتی جنرال ها مقامات عالی رتبه نصف شه. ای تا نمیشه که اونا در شبرقان باشن و رئیس جمهور برو اینجا. من فکر میکنم که مارشالی از اونا دقیق است، ولی رئیس جمهور باید او در کابل بیایه، چون همیشه سخنگوی رئیس جمهور گفته که این حرفی تایید شده. بسیار تشکر. فرصت کوتاهی داریم آقای سعیدی، روزهای نزدیک به باور شما بستن پیشرفت های مهم است یا نیست؟ من نه، من به یقین هستم که طالب انتظار است که 3000 یا 2500 دیگه هم حدی اقل یلاشه، یعنی آزاد شه از محبوسی. بله. اگر آزاد هم نشه، دولت افغانستان تعهد کنه که با آغاز مذاکرات اینا رو آزاد میکنه، اینا رو آزاد میکنه. اگر دولت افغانستان این انعطاف نشان بده و آمادگی داشته باشه، مذاکرات شروع میشه. اما این مذاکرات نمیتونه تمام سرنوشت تعیین کنه. ما هدف ما از هیئتی که به مذاکره میره، من هیچ اعتراضی ندارم، ولی متاسفانه ای کاش که هیئت ما تقسیم نمی بود که بچه فلانی باشه و قومی فلانی باشه و دوستی فلانی باشه. هیئت علمی، منطقی، سیاسی از آدرس مردم افغانستان میرفت، نه از آدرس اشخاص. یک تعداد از اعضای هیئت از آدرس اشخاص میرفت، متاسفانه. درست. بسیار تشکر از شما آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین، و آقای میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله که با این بحث پیوستید. سپاسگزار بیننده های فراخبر. شب بخیر و خدا نگهدار.